در این قسمت قصد داریم در رابطه با چند فاکتور خیلی مهم صحبت کنیم که اینها میتونن جملات ما رو گسترده‌تر و بزرگتر کنن. خب به اینها ما میگیم ربط دهنده. ربط دهنده یعنی چی؟ یعنی کلمه‌ای که میتونه در واقع دو جمله رو به همدیگه متصل کنه. اما یکی از مهمترین ربط دهنده ها ربط دهنده زمان هست که مهمترینشون when هست. when دوستان یعنی وقتی که. when وقتی که. مثلا میگم که when I go to school I see my friends. when I go to school یعنی وقتی که من میرم به مدرسه I see من میبینم my friends یعنی دوستانم را. دقیقا شبیه فارسی استفاده میشه. اما یکی دیگه از این ربط دهنده ها ربط دهنده علت هست که مهمترینشون because هست. because به معنی چون یا زیرا یا از آنجایی که میتونه باشه که همه اینها به نوعی دارن به در واقع علت اشاره میکنن. مثلا میگیم که I want to get a rest because I am tired. ببینید I want یعنی من میخوام. I want to get a rest. get a rest یعنی گرفتن استراحت، استراحت کردن. I want to get a rest because یعنی زیرا I am tired من خسته هستم. پس ببینید ما دو تا جمله داشتیم I want to get a rest و I am tired من خسته هستم. این دو تا جمله رو با یه because به هم دیگه متصل کردیم. I want to get a rest because I am tired. اما یکی دیگه از ربط دهنده ها که بسیار مهم هست ربط دهنده تضاد هست که also هست. also که شما میتونید برای راحتی به صورت alto تلفظ کنید به معنی هر چند که یا اگرچه یا با این که هست. ببینید مثلا ما در فارسی میگیم هر چند اون چاقه اما سریع میدوه. ببینید چاق بودن با سریع دویدن ظاهرا در تضاده، بنابراین به اینا میگیم ربط دهنده های تضاد. خب یک مثال بزنیم، همین جمله رو ما میخوام به صورت انگلیسی بگیم. مثلا میگیم که although he is fat he runs fast. he runs اومده fast. although he is fast he is fat هرچند که او fat هست، چاق هست، he runs fast یعنی اون fast یا سریع میده. یا یک مثال دیگه اگه بخوام بزنیم اینه که مثلا میخوام بگیم که اگرچه من خیلی درس خوندم نمره پایینی گرفتم. Although I studied a lot I got a low score. I got a low score. low score نمره پایین. Although I studied a lot هرچند که من خوندم a lot زیاد خیلی خوندم. I got گرفتم a low score یک نمره پایین. ببینید من زیاد خوندم بس انتظار دارم که نمره خوبی بگیرم اما نمره پایینی گرفتم. پس این نوعی تضاد هست. خب بنابراین دوستان این عناصر میتونن خیلی کمک کنن به اینکه ما بتونیم در واقع جملاتمون رو گسترده تر کنیم. اما ربط دهنده های دیگه که میخوام بهشون اشاره کنم ربط دهنده های شرط هستن که در واقع همون جملات کاندیشنال یا شرطی رو میسازن. از جمله if و in case. if به معنی اگر یا in case در صورتی که. خب دقت کنید دوستان، مثلا میگیم که اگر تو درس بخوانی نمره خوبی میگیری. if you study hard یا if you study a lot اگر زیاد درس بخونی if you study hard you will get a good mark ها؟ یا a good score. you will get تو خواهی گرفت. you will get چی؟ a good. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.